به نام حضرت دوست، هر چی داریم از اوست، هر چی هم که نداریم حتما مصلحت اوست. به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز، سلام عرض می کنم خدمت اون دسته از بینندگان عزیزی که دلشون برای پیشکسوت های ایران می تپه، سلام عرض می کنم خدمت اون دسته از عزیزانی که همین جوانایی که تو خیابون جلوی ما رو می گیرن و حال پیشکسوت ها رو از ما می پرسن. سلام عرض میکنم به هموطنان عزیز هر جای دنیا که هستن. امروز در خدمت بزرگ مرد سینمای ایران، مردی که وقتی وارد سینما شد با موهای مشکی و اما امروز موها رو سفید کرده، هر تار موش هزاران هزار خاطره برای ما داره، میخواد از یک عمر خاطره برای شما. داد و فریاد که فایده ای نداره، ما راحتی نباید داشته باشیم. اگه چهار نفر پیداشن جلوی نواستن دیگه اینا انقدر بیناموسی نمی کنن، باید تو دهن اینا جم. پیش از ظهر که رفته بودیم اداره گفتن شما امر فرمودی بیام اینجا، سر را فراموش کردیم بریم بگیریمش، خاطرتون باشه قلفش خراب شده بود، داده بودیم دراشش. مجسمه بلاحت، دستور میدم مجسمه تمام قدتو بسازن بیاویزن به دروازه قیاسابا. سکیت. جناب آقای محمد ورشوچی از بازیگران پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون، امروز افتخار اینو پیدا کردیم در خدمت بزرگ مرد تئاتر ایران باشیم. خب سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای ورشوچی عزیز، پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون و یکی از هنرمندای برجسته ایران عزیز. خواهش میکنم امروز افتخار اینو پیدا کردیم که در خدمتتون باشیم. بفرمایید یه سلام علیکی با بینندگان داشته باشید تا سوالها رو شروع کنیم. عرض سلام، عرض ادب و آرزوی سلامت برای شما. به طوری که ایشون فرمودن 58 سال من در کار تئاتر، سینما و تلویزیون بودم بدون وقفه. نتیجه 58 سال این ماشین سفیدی که دارید میبینید. نمیخوام ناراحتتون بکنم، متاسفانه در 4 سال پیشتر دکتر قلب به من گفت شما اگر میخوای راحت بشی عمل که نمیتونی بکنی، عمل باز نمیتونی، شما باید پیس بذاری، یعنی داخل بدنم یه دستگاهی گذاشتن که وصل به قلب، خون به وسیله اون گردش میکنه و این قدرتیست که به وجود آوردن. حالا کی به وجود آورده نمیدونم کی بوده، هر کی بوده درگاه خدا خیلی ارزش داره. الان 4 سال من راحت زندگی میکنم، خدا رو شکر، امیدوارم که بتونم بازم باشم. بله آقای ورشوچی، شما که از سینما تئاتر خداحافظی نکردین؟ اونطور که باید نه، من فعلا جزء بازنشستگانی هستم که گاهی وقتی این بنده رو دعوت میکنن برای افتتاح یک تئاتر نو. بله مثلا تئاتر سنگلج مدت ها بود تعطیل بود، بسته بودن. بنده پریشب دعوت داشتم اونجا و رفتم روی سن، البته به سلامتی اون کسانی که اونجا بودن و خدمت می کردن. در خدمت شما می شب بودم. بله سینما سینمون بود، تماشاخانه تهران. تماشاخانه تهران. بله تماشاخانه تهران. که اسم تماشاخانه تهران رو وقتی من دیدم یه قدر ناراحت شدم. بله
چون درش رو بستن شده جز به موزه. بله. دیگه کار کسی اینجا انجام نمیده، همه تئاترها رو تعطیل کردن. بله. ولی به عقیده من حیف بود، نه برای تئاتر تهران حیف باشه، اصولا یک شهر به این بزرگی با 15 میلیون نفر جمعیت یه دونه تئاتر باید داشته باشه، اونم تئاتر شهر. اگر تئاتر دیگه بخواد باز بشه، خب تشریفات داره، باید وزارت ارشاد اجازه بده تا بتونن این کار بکنن. بله جناب آقای ورشوچی، من شما رو دیدم، حقیقتا من یکی از مشتاقان شما بودم و هستم، هول شدم از اینکه شما یک بوروگرافی کامل از خودتون، کجا به دنیا آمدین، از چه سالی وارد تئاتر شدین و الان سالهاست که تو این محل زندگی میکنید. اگرم از همسایه های خوبتونم دوست دارید اسم ببرید میتونید. عرض کنم به حضور شما، همسایه هایی که ما اینجا داریم یکیشون قابل عرضه. بله. اون بچه کوچیک به نام امیر محمد اینجا همسایه ماست. بله. و اما راجع به خودم، من تقریبا در سن 20 سالگی خودآموز شدم. بله. خودم نوشتم نادر و ستاره رو. بله. نوشتم، دوستان رو دعوت کردم، تمرین کردیم، بعد از تمرینات زیاد برای اولین مرتبه سینمای تمدن رو اجاره کردیم و برنامه نادر و ستاره رو اونجا اجرا کردیم. بله. درست همون 58 سال. 58 سال پیش. 58 سال پیش. خب آقای ورشوشی کجا به دنیا آمدن؟ من والا شناسنامه میگه شک دارم. بله. نمیدونم خودم شک دارم. بله. یا بابام شک کرده. بله. عرض کنم که من تهران به دنیا آمدم. بله. یه شناسنامه در تهران داشتم، بعد پدر من کارخونه ورشوسازی داشت در مشهد، ما حرکت کردیم، من بچه بودم، حرکت کردیم رفتیم اونجا، اون شناسنامه های ورقی عوض شد، شناسنامه دفترچه ای درست شد. این شناسنامه دفترچه ای رو اونجا به سال 1307 گرفتن. بله. 1307؟ بله 1307. درست. تقریبا 3 سال فرق شده. بله. بعد آقای ورشوچی چند ساله بودین که وارد تئاتر شدین؟ 20 سالم. 20 سالتون بود. بله. بله. خب آقای ورشوچی الان بیشتر وقتش چجوری میگذره؟ چی کار میکنه؟ عرض کنم که من بیمار ادامه دادم. بس. خانه سینما بیمه رو قطع کرد، گفتش که هر کی میخواد ادامه بده باید خود پرداز بشه. بس. من اون کسانی بودم که این کار رو کردم، خود پرداز بودم. بله. قراردادم تا یه مدت زمانی بود، بعد زمان قرارداد تمام شد، یه نامه گرفتم از خانه سینما، رفتم بیمه، نامه رو اونجا دادم، پرونده تشکیل شد، بنده رو از اول مهر عرض کنم که بازنشسته کردم. بازنشسته. بله. خب به سلامتی انشاءالله. آقای ورشوچی آخرین کاری که انجام دادید یا جلوی دوربین رفتین یادتونه؟ بله. کدوم کار بود؟ بله 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 بف... هنگامه بود. بله. کارگردان آقای مجید جوانمرد. بله. آقای جوانمرد. جوانمرد. آخرین کارتون. آخرین کار.
خب حالا میخواییم سفری کنیم به گذشته. بله. از کارهای قدیمیتون یه چند تا رو تعریف کنید. کارهای تئاتر ولپون یکی، هر جایی که نویسنده چک اصفهانی بود، اسمش فراموش کردم، خدا رحمت کنه، عرض کنم که کمدین مشهور رو که در اصفهان بازی میکرد. کی بودن؟ آقای ارهام سعد. آقای ارهام سعد، روحشون شاد، خدا بیامرز. ارهام سعد، بله، آقای ارهام سعد، روحشون شاد بشه. در ضمن قبل از اون که یوسف و زلیخا رو کسی بسازه، نه این آقایی که این یوسف زلیخای اخیر رو ساخت، بله، پارسین بود که مهدوی بازی میکرد، یوسف رو مهدوی بازی میکرد. دومی یوسف بنده بودن. سومی یوسف آقای ولد بگی بود که الان گریمور. بله، الان کار گریم انجام میده. کار گریم انجام میده. بله. از این قبیل. و اما فیلم سینمایی اونایی که یادمه جوادها، پهلوانان نمیمیرن، دزدان مادر بزرگ، سرنوشت، عرض کنم که ناموس، اینو یادمه. بله. خب یه سوال میکنم، میریم یکی از برنامه ها رو میبینیم، برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم. آقای ورشوچی، شما محبوب هستید یا مشهور؟ بله، بخوام بگم مشهور هستیم خودخواهی. بله. بخوام بگم محبوب هستم، نمیدونم که مردم چه علاقه نسبت به من دارن. محبوب هستین، واقعا مردم خیلی دوستتون دارن، خیلی دوستتون دارن. بله. که ما نماینده شدیم از طرف این ملت که بیایم خدمت شما. خب میریم یکی از کارهای آقای ورشوچی رو میبینیم، برمیگردیم باز با شما هست. ستا جون گوشت با منه. میگم یه دونه اخکنون بسیار بسیار عالی برای دست پا کردم. چی؟ ول کن بابا، ما از صبح تا غروب اینجا از دست خوانندگان روز روزگار نداریم. همین رفیقت کیه؟ همین رفیقت دیگه، همریشت ها، ماجیار. آره، همین ماجیار پیروز به من تلفن کرد، گفت مونشون ما از مازندران بلند شدیم اومدیم تو این شهر قریبیم، یه کاری یه چیزی برای ما درست بکن، پول پله تو دست بالمون نیست. خلاصه من ردش کردم. میدونی چرا؟ برای اینکه بین ایشون و آقای قاتبه یه خود شکرابه، منم سنگلابش کردم. آره، ببین ستا جون قربونت برم، بیا برو این مدرسه رو یه چهار تا آهنگ همینطوری چشم بسته کارشو بکن، حال قضیه رو بکن. تو که عادت داری چشم بسته آواز بخونی. آره دیگه. چی؟ بابا ویلکم ستا جون، ما تو رو بزرگت کردیم، ما تو رو به دانشگاه فرستادیم، ما تو رو به ریش رسوندیم. آره دیگه. چی؟ داماد کارمانش خوبه، اینا ها بقل دست من نشسته، کت مخملی، پیرن چارخونه، تو کارو بساز بفروشیه، کارش یمینه. بنده متأهل نیستم، یعنی بودم، مدتی جدا شدیم، یه بنده جاده دارم که البته پیش مادرشه، ولی خرجشو بنده میده. عجب اشخاصه. من قرار نبود از آقای آسپیران پذیرایی بکنی. بفرما هم شهری، بفرما بریم زیر زمین خونه هم چایی بکنیم. پس تکلیف شاعت خانوم چی میشه؟ نه نه، فرصت زیاده، حالا بفرما بریم زیر زمین یه چایی بکنیم، گلو تا تازه بشه. بفرما بریم. آقای آسپیران حالتون که خوبه انشاءالله. ای به لطف شما بد نیست. خانم والده چطورن؟ داغون قربان. بنده خیلی خوشبختم که خدمت یکی از مأمورین برجسته اداره تأمینات هستم. راستی مبارک آقای آسپیران. قمر خانم ما شما رو دیده و پسندیده. پدر مادرش هم راضی هستن. شما هم که ماشاءالله هنوز جوونی، نباید بی سر و سامون بمونین. ما کوچیک شما هستیم.
اما یه چیزی بود که به مش قاسم گفتیم یعنی یه رازی بود که به مش قاسم گفتیم. مومنت آقای اسپیران، اون که موضوع مهمی نیست، تو جنگ هزار جور بلا سر آدم میاد. از این گرفتاری ها خیلی ها داشتن و معالجه شدن با این وسایل امروزه، با این پیشرفت که علم تر کرده. ما معالجه بشو نیستی. بله بله، پنداری چیزی ازشون نمانده. بعد شانسیه دیگه، اگه اینجوری قبول دارین ما حرفی نداریم، اما فردا مادرش، قوم خیشا، خود خانوم نگن تا به ما نگفته بودی؟ پدر مادرش باید قبول کنن، چاره ای ندارن، این قمر شما رو میخواد. چرا میخوان دختر بدن به ما؟ تو مملکت تهران از ما مقبولتر آدم پیدا نمیشه؟ نش قاسم. عروس خانم حامله است. پشمیوه کرموه و الا نصیب ما نمیشد. خب استاد عزیز، دیدیم برنامه خیلی قشنگ شما رو، بازگشتیم در خدمت شما. سوال میکنن این بینندگان که آقای ورشوچی عزیز یه خاطره تعریف کنه برامون. خاطره مرحوم خانم پروین سلیمانی، روحشون شاد. روحشون شاد. بله. ما رفته بودیم شمال برای فیلم برداری. بله. تو یکی از این موتلا نوشهر، اونجا محل سکنام بود و در زم لکوشن بازی منم بود. بله بله. یه دریای خیلی عظیم و بزرگی، دریای نوشهر، جلومون بود. از این سنگای بزرگ انداخته بودن که آب نزنه توی به اصطلاح موتل. بله. نزدیک غروب بود، دوربین آماده، همه چیز آماده، ولی به ما کسی چیزی نگفته بود. بله. کارگردان من و خانم سلیمانی صدا کرد، گفت یه قایق دو نفره میگیم. بله. سوار این قایقه میشیم، پا میزنیم، قایقه پانی پایی کار نداره که، پا میزنیم میریم جلو. گفتیم آقا نزدیک غروبه، نبوده یه وقت در بکن. نه آقا، دوتا نجات خرید کنستم. بله. خلاصه سوار شدیم رفتیم یه 20 متر که رفتیم، من بودم تا اینجای پام خیسته. نه. گفتم تو پرون خانم چطور؟ گفت پام خیس شده اومده تا اینجا. نه. نگاه کردیم اونطور، دیدیم قایقه سوراخه، آب داره از اونجا میاد، حالا موجم شروع شده، از بالا موج میاد، از پایینم این آب میاد بالا. آب میاد بالا. گفتم چطوری؟ ها رو نترس فران حرفا. گفت خدا بیشتر از من میترسی؟ گفتم خدا بله من میترسم. یه وقت گفتم که گفت برسوشی. گفتم چی؟ گفت قشته. نه. قشته های من یه نفر این وسط هیچ داد بزنم، اون با بلنگو میگه ما همینجوری میگیم، یعنی با ایما و اشاره دورون دیگه. نه. ندودیش 70-80 متر برو. با ایما اشاره گفتن بابا این قش کرد. گفت آفرین خیلی عالی، یخت جلوتر. گفتم این داره الان غرق میشه میمیره. گفت یخت جلوتر. گفتم نمیفهمی. سرم کردم تو آب، بلند شدم، گفتم اینجوری داریم میشیم. دست پوچه شد و دوتا نجات قریقه رو فرستد و نام آماده واسده بودن. این قایق ما رو کشیدن بردستن و موندن بردن. خلاصه بیرون رو عرض کنم خدمت شما، ما نجات پیدا کردیم،
ما دونیم مرتضی احمدی بقل دوربین بازده میخنده. گفتیم برای چی میخندی تو؟ از انبر تا لامش خندیدی. گفت خندم از اون گرفته که تو هجداد میزنی این با بلنگو فکر نمی کنه صدای تو رو نمیشنوه. از این خندم گرفته بود که تو چرا اینقدر جوش میزنی؟ گفتم مردم سر درستم خرق میشدیم. من تمام این لباس های خیز رفتیم در بودیم. الحمدلله زنده هستیم، بازم برای مردم حرف میزنیم. امیدوارم که راضی بشن از این. انشالله. خب آقای ورشوچی، یه موقعی میرین خیابون، کوچه، بازار، برخورد مردم با شما چطوره؟ خیلی خوب. خیلی خوب. مثل این که پدر بزرگشون دیدم. بله. جوانتر بودم مثل این که برادرشون دیدم. این طوری منم آدمی نیستم که محل ندارم. وای میسادم، حرف میزدم، جواب میدادم. بیشترم راجب خانم سلیمانی از من سوال. بله. یه مدت شایع شده بود که همسر شما. بله. گفتم بله، همسر من اهل این حرفا نیست. بله. زنده باشین. ایشون همبازی منه. بله. پارتنر منه. بله. روحشون شاد بشه، خدا بیامرزه. البته چند تا سریال شما کار کردین که به همون اسمم هم تو خیابون صدا میکردن. بله. آقای نظری نداره. آقای نظری تو خیابون میگود آقای نظری نظری نداره. بله. سریال عرض کنم که عالمگیر دایی جان ناپلون. بله واقعا آسفیران قیاس ها بود. خب آقای ورشوچی، از همکارهای قدیمی بله. از همکارهای قدیمی، از دوستاتون بهتون سر میزنن، زنگ میزنن، چجوری هست؟ فقط میخوام بهتون بگم که جزو مردان نه. یک نفر از همه مردان مردتره. بله. داوود رشیدی. آقای داوود رشیدی. بله. و عزت الله انتظامی. یا آقای هم اینجا نشسته، آقای رودکی عزیز، ناصر رودکی. بله، ناصر رودکی. زحمت همه هنرمندا گردنشونه. بله. حالا شنیدم که رئیس یه انجمنی. بله، انجمن بازیگرا. انشاءالله انجمن بازیگرا که موفق بشه. پس ارتباط دوستانه هنوز برقراره، خدا رو شکر. بله. بله. خب چی میگن، بالاخره شما میرین بیرون و همونطور که خدمتون عرض کردم کوچه و بازار، عده‌ای از جوونا میخوان بازیگر بشن. بله. میخوان یه راه چی میگن 100 ساله رو یک شبه طی کنن که موفق نمیشن. بله. یک پیام برای این جوونایی که میخوان بازیگر بشن که یکشم هم روبرون نشسته میخوان براشون داشته باشی. عرض کنم خدمت شما، پریروزا با آژانس داشتم رد میشدم، دیدم یه جا درست نوشته دانشگاه هنر. بله. این یکی. پشت سینمای آزادی یه دانشکده هست. این دانشکده عرض کنم که مال پیز هست، مال صدا و سیما هست. بله. یا رجوع به این دانشکده صدا و سیما، همه جور کاری اونجا هست. بله. از منشیگری، صحنه، کارگردانی، بازیگری، گریموری، عرض کنم بکرسازی، تمام این کارا اونجا هست، حتی نویسندگی. بله. یکی از اون دوتا رو انتخاب بکنم، بهترین راه اینه. یعنی بند. من دیگه بیشتر از این عقلم نمیشه. از این که من یه فلان بازی کنم حالا مشهور بشم، نه اینجوری نیست. اینجوری نیست. آدم خودشو نباید گول بزنه. جوانم هستی، یا تصمیم بگیری بری بازیگر بشی، یا تصمیم بگیری اصلا صحبت هم نکنی. درست. دنباله کار. بله. ما اومدیم خدمت جناب عالی یک از تجربه خوبتون استفاده کنیم.
بعد یک سوال هم از خدمتتون داشتم، اونم اینه که البته این سوال رو بارها از هنرمندای دیگه هم پرسیدن، من زیاد چیز ندارم که مثلا از یه هنرمندی بپرسن، یا حالا از یه شخصی بپرسن که شما مثلا 4 تا بچه داری کدوم یکیشو دوست داری؟ خب زشته، ولی خب میگن یه سوالی که طرح شده، شما از این فیلمایی که تا حالا کار کردید یا تئاتر فرق نمی یا سریال، کدوم یکیش بیشتر شما رو راضی کرده؟ اصلا من تا اندازه مشهور بودم، بله، ولی بیشتر شهرتم وقتی به دست آوردم که سریال دایی جان ناپلئون پخش شد. بله، آسفیران قیاس آورد. درست، بله. بقیه فیلم ها رو من فیلم بد بازی نکردم. درست، منفی بازی نکردم. بله، همه کارام مثبت بود. به همین دلیل مثبت بودن مردم یه لطف بزرگ در حق هم دارم. خب استاد، زندگی رو الان چگونه میبینه؟ چطور میبینی زندگی رو الان؟ زندگی مشکله، سخته؟ بله. حتی برای شما استاد؟ بله. من با دیگران چه فرق دارم؟ من یه حقوق میگیرم، شما هم یه حقوق میگیرید، یا یه درآمدی دارید، با همون پول با همون مقیاس زندگی میکنه. بله آقای ورشوچی، ما همسر خوب شما رو از نزدیک زیارت کردیم، دیدیم، باعث افتخار ما بود. آقای ورشوچی چند تا بچه داره؟ این سوال شخصیه. 2 تا دختر 1 پسر. 2 تا دختر 1 پسر. الان چی کار میکنن؟ تو کار هنر فعالیت دارن؟ نه، ندارن؟ ازدواج کردن هر سه؟ ازدواج کردن هر سه. پاروارشون هم الحمدلله خیلی خوبه. بله. و تو دخترها و شوهرشون کارهای خوب دارن. پسر من مهندسه. بله. یعنی فوق لیسانس مهندسیه. عرض کنیم فوق لیسانس مهندسی، ولی چون مهندسی رو گذاشت کنار، پای کوره بوده همش رو پرانده. میتولوژی. بله. نه نمیده میتولوژی. بله. الان مدرامل شرکت است، شرکت دریایی. درست. خب ناصری میگه. بله. نمیفش ناصری. بله، زنده باشن انشاءالله، پاینده باشن، مادر خوب، پدر خوب. خب باید هم مهندس باشن و بله. آیا سوال ها رو کوتاه کردم؟ سوالی مونده که نپرسیده باشم؟ نه دیگه، تمام سوال ها رو من سرجم هم دیگه همه رو عرض کردم. آقای ورشوچی عزیز، میخواستم ببینم که شما اگه حرفی، پیامی، صحبتی هست که تا حالا نکرده باشی، دوست داری الان اینجا جلوی دوربین برای این ملت عزیز صحبت داشته باشین؟ این دوربین و این ملت و آقای ورشوچی عزیز. عرض کنم به حضور شما عزیزان، اول آدم باید عشق داشته باشه نسبت به هر چیزی. اگر نسبت به کار، باید عاشق اون کار باشه تا به جایی برسه. دوم اینکه اراده داشته باشه، یه مدتی انجام نده بعد ول کنه بره، استمرار داره. من از مردم عزیز بسیار متشکرم، خیلی ممنون هستم. همونطور که گفتم، مثل پدر، مثل برادر با من رفتار میکنم. امیدوارم همیشه سلامت، موفق و کامروا باشید. خدا نگهدارتون. بله عزیزان، امروز خدمت جناب آقای ورشوچی رسیدیم، استاد بزرگوار و همسر مهربانشون با روی باز از ما استقبال کردن. ساعتی رو مزاحمشون بودیم با جمعی از دوستانی که الان پشت صحنه دارن زحمت میکشن تا این تصاویر رو به
خونه های شما برسونن. عزیزان، من تو برنامه های قبلی هم خدمت شما عرض کردم، بیاین قبل از این که به یاد هم باشیم، به یاد هم نشینیم، کنار هم نشینیم، بیایید همدیگر رو دوست داشته باشین، بیایید به آقای ورشوچی سر بزنید، بیایید به هنرمنداتون سر بزنید. با یه شاخ گل شما میتونید از هنرمند مورد علاقه خودتون استقبال کنید. شما ملت عزیز رو به خدا میسپارم. روز و شب بر همه عزیزان بخیر. Thank you.